گرامی، مشیری هستم. در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز سه‌شنبه است و 18 از ماه جون. در روزهای سه‌شنبه تقریبا 50 دقیقه، حالا نامش هست 1 ساعت، ولی حدود 50 دقیقه خدمت شما هستم. در باب مطالب مختلف صحبت میکنیم. مدتی قطعی از استاد سخن سعدی به شما تقدیم میکنم. از ترجیع‌بند بسیار مشهور او یک بند میخوانم. از شبت که ترجیح بند در واقع، حالا دوستان پارسیگو میگوین چامه. آقا با این چامه که کار ما درست نمیشه که. چامه، خب چامه یعنی شعر، فرض کنید زبان پارسی قدیم چامه. با ترجیح بند میخوام چه بگیم؟ به ترکیب بند به چه بگیم؟ به مستزاد چه بگیم؟ به مخمس باید چه گفت؟ و قصیده باید چه نامی گذاشت؟ و غزل هی چامه، با یه چامه میخوام کارم را بندازیم. میگیم ما ایرانی هستیم، ما خیلی زبانمون. اینا از نادانیه. آقا این ترجیح بنده. عرض میشه که ترجیح حاوی چند قطعه است در وزن مشترک، قوافی، البته بند به بند تغییر میکنه و مرتب راجع میشود به یک بیت، به یک بیت که اون بیت ثابت است. بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خیش گیرم. یا که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. اینم ترجیبنده از هاتف اصفهانی. باری این ترجیبند سعدی حاوی 20-22، خیلی بلند هم هست اتفاقا، حاوی 20-22 بند هست. عرض می شود که به قول بسیار کسان یکی از فصیح ترین و زیباترین در واقع قطعات ادبیات ایران هست. این ترجیبند سعدی در عشق هست، در عشق که برای شما میخوانم. عرض کنم یک بند رو از این ترجیبند در برنامه های آتی هم قطعات دیگرش رو، چون خیلی خیلی بلند هست. میفرماد: ای بر تو قبای حسن چالاک، صد پیرهن از محبتت چاک. پیشت به تواضع است گویی افتادن آفتاب بر خاک. این مضمونی است که واقعا بی‌نظیر، خیلی 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 زیباست. پیشت به تواضع است گویی افتادن آفتاب بر خاک. ما خاک شویم و هم نگردد خاک درت از جبین ما پاک. ببینید زیبایی و حقیقتاً روانی سخن خارق العاده است. معیار زبان سعدی معیار واقعا. ما خاک شویم و هم نگردد خاک درت از جبین ما پاک. قدما میگفتن سهل و ممتنع، یعنی در اینی که آسان هست گفتنش امکان نداره. ما خاک شویم و هم نگردد خاک درت از جبین ما پاک. مهر از تو توان برید هی ها، کس بر تو توان گزید هاشاک. اول دل برده باز پسته، تا دست بدارمت ز فتراک. بعد از تو به هیچ کس ندارم امید و ز کس نیایدم باک. سودای تو آتشی جهان سوز، هجران تو ورطه‌ای خطرناک. روی تو چه جای سحر بابل، موی تو چه جای مار ضحاک. سعدی پس از این سخن که وصفش دامن ندهد به دست ادراک. گرد از چه بسی هوا بگیرد هرگز نرسد به گرد افلاک. پای طلب از روش فرو ماند، میبینم و حیله نیست الاک. بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خیش گیرم. بله، یکی مشهورترین ترجیح بنداز در کل زبان فارسی. خب عرض شود که از اخبار مهم، همونطور که مطلع هستید، دو اتفاق خیلی مهم در ایران افتاده است که باعث نشاط و امید بوده است. یکی انتخابات که در بابش اندکی صحبت میکنیم، یکی هم عرض می شود که راه یافتن تیم فوتبال ایران به جام جهانی. و علارغم التیماتوم چنگیزخانی، من ورزشکار ندیدم از این حرفا بزنه.
این رئیس تیم کره گفته بود که ما چنین میکنیم و ایران رو تحقیر میکنیم و میزنیم و چنان میکنیم و اینا. آقا اینا جای گرد خاک نیست، فوتبال ها ورزش جای این حرفا نیست، انتقام میگیریم، به ما بی احترامی شده است. و ورزش رو هم نه در ساور بردن، یک شهر دورتری نزدیک دریا که اونجا هم هواش ناجوره برای ایرانیان، هم مرتب باران هست و عرض میکنم که هیومیدیتی و اینها، با این همه ایرانیان بردن و مردم شادی کردن و این خیلی دستاورد مهمی بوده است به جهتی که ایران راه پیدا میکند به جام جهانی. گرچه حالا ما تا جام جهانی که ببریم خیلی خیلی به نسل های ما فکر نمیکنم حالا، اما دستاورد خیلی بزرگی بوده، سبب شادی مردم شده، اون عرق ملی رو به حرکت آورده. این خیلی مهم هست، در واقع اهمیت ورزش بسیار هست، در بسیاری جهات هست. و دیدیم که سلطان علی شاه برای که نام فوتبال رو نیاره، خب اینا چیزن دیگه، آخوندن، آخوند بایستی که با جعل و تزویر خودش رو از دیگران مجزا بکنه. مثلا آخوند هرگز نمیدوه، شما نمیبینی آخوند بدوه، نه آقا آخوند نمیدوه که، اگر که سرنیزه دنبالش باشه چرا، انشالله انشاءالله تعالی در آینده خواهیم دید که میدوند، اما اساسا خلاف متانت دینی است که آخوند بدوه یا آخوند بخنده. آخوند باید سکرمه هاش دائم مثل این مردشوهایی که 40 سال مرده شدن و حقوق نگرفتن رو هم باشه تا مردم این حس ابهتش جیب خالی کنه، یعنی اگه بخنده و با مردم بیاموزه کسی پول بهش نمیده، بایستی حساب جدا کنه، نگه فوتبال مثلا، نگه عید و جشن بهاره، فوتبال هم اسمش رو نیاورده. گفته است برای عزیزانی که باعث این نشاط شدن، من خیلی متشکرم. باعث نشاط شدن چی مرد حسابی؟ باعث دیگه من به تیم فوتبال ایران، به مدیریت تیم، به از کنم فرفر قهرمانان ایران به تبریک، تمام کسانی باعث این نشاط شدن که نگه فوتبال. این آخونده شناختشون یک دورای خیلی از بچگی باید آخون شناس شد. مشکل در بزرگی آدم بره بخواد آخون بشنه تو عمرش کفاف نمیده. این یک مطلب بسیار مهم دیگر که واقعا یک فقدان بزرگ در هنر ایران زمین بود، عرض شود که فوت استاد بزرگ جلیل شهناز بود. یک بار چنان اتفاق افتاد که ما خدمت ایشون بودیم از واشنگتن به بوستون، اونجا ایشون هواپیما دوست نداشت و اینا، هواپیما که حرکت کرد اینا تاکسی کرد، گفت فلانی، گفتم گفت اونجوری که به همون لحچه اسفانی اونجوری که خوب داره میره، چطوره تو همینجوری تا بوستون بره بلند نشه، این خطرناک اینا. بعد اتفاقا افتاد تو این چاهای هوایی، وقتی پیاده شدن گفت آقا نزدیک بود 50 سال هنر ایران به خطر بیفته، به شوخی خودشون منظور داشت. باری عرض شد که این استاد بزرگ به مدت 50-60 سال در صحنه بودن و در کار موسیقی به نظر من که شنونده هستم بی نظیر بوده. استاد جلیل شهناز در خلق و ابداع، در لطافت و زیبایی بی نظیر بوده، بی نظیر واقعا، و جایشان به زودی پر نخواهد شد. خیلی 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 بایستی زمان بگذره، سالها باید که تا یک سنگ اصلی زافتا در واقع چنین حالتی در واقع اتفاق بیفته در یک شرایطی. سالها باید که تا یک سنگ اصلی زافتا لال گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن. این شرایط اجتماعی طلب میکنه، به تمرین هم نیست، یک محیطی خاصی بایستی باشد، استادانی باشند، فضای گفتگوهای خاص، یک امنیتی و یک در واقع وفور نعمتی. خلاصه شرایط اجتماعی است که هنرمند رو تولید میکنه در این حد. و این قربان نه کلاس موسیقی رفتن و اینا، خب خوبه میشه تاری زد برای سیزه بدر، اما استاد جلیل شهناز شدن به این سادگی میسر نیست.
به این سادگی میسر نیست. کسانی که به این موسیقی گوش دادن و اون رو فهمیدند، یعنی موسیقی ایرانی، تعلیم میخواد، شنیدنش و فهمیدنش بیشتر از نواختنش تعلیم میبره، یعنی سال میبره، زمان که شما واقعا درک بکنید موسیقی رو. اینها هر سبت که استادانی از این دست خیلی 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 کم پیدا میشن، خیلی کم. شرایط اصفهان رو عرض میشود که 90 سال پیش و بودن استادان قدیم، بسیارشون آدم های معمولی نمیشناسن، خوانندگان، نوازندگان بزرگ بودن در اصفهان، خانواده اهل هنر، ذوق و استعداد طبیعی و ذوق سلیم و طبع مستقیم. این کلید هنره، کلید هنر ذوق سلیم و طبع مستقیم، تعریف هم ندارن. یک کسی ببینی خیلی هم استاده، عرض می شود که شما ساز این مرد رو یا این خانم رو مثلا 5 دقیقه نمیتونم گوش کنی که دچار کسالت میشید، چون ذوق سلیم نیست. شما قطعات استاد رو بشنوید، معلوم شود که به چه معنیست. بلاغت در بیان ساز، بلاغت در بیان، خیلی خیلی نکات هست، به این سادگی نیست که حالا رفتیم یک پیشتر آمد عده برخان یاد گرفتیم و اینا. گرفتاری اینجاست که هر کسی دستش به مزراب رسید یا به این چیز نقاشی، کسی دیگر قبول نمی کن. عجیب داستانیست آقا. به معنی کسی 4 تا خط یاد بشه، این نقاشان جهان رو جز رامران رو کسی نمیدونم، چون مرده. اگه رامران هم زنده بود من رامران بهترم. ما 2-3 تا نقاش متوسط الحال دیدیم، هیچ کس قبول نداشت. هر کس هم دستش به این ساز رسید یا آواز، هیچ کسی دیگه قبول نداره. خیلی چیز عجیبی است. اما استاد شهناز در یک مرتبتی بودند که همه به استادی ایشان اذعان داشتند. اونقدر مرد بزرگ بود در کار هنری که داشت که کسی نبود خودش رو با استاد شهناز مقایسه بکند. به اینا حالا یه چیزی که 2 نفر هم هستن، یعنی در واقع 1 نفر هست، راه افتاده سالهاست دور آمریکا و با اون ریش و دبه و اون زندگی و اینها، عرض می شود که نقش هنرمندان میکنه. اون کسی هم به حسابش نمیذاره، واقعا شنمندم نداره، الحمدلله چیزی هم نساخته، به الحمدلله والمنه. باری دیدم که بین این نامداران آخوند، دیدم این سید محمد خاتمی یه خار خوب کرد بالاخره. دیدم که تسلیت گفته بود فوت استاد جلیل شهناز رو آقای سید محمد خاتمی. باری کلا سید محمد کارایی میکنه، نکنی چیزایی میفهمه ما نمیدونیم. به گردن کلفت هم نیست، آدم گردن کلفت هم ممکن چیزایی بفهمه، نمیشه به گردن واقعا قضاوت کرد. گفتیم هر کی گردنش خیلی کلفت، عقلش کمه و اینها. دیدیم که آقا چیز قشنگی نوشته بود، اما از سید علی و داردسته دولتی ها مطلقا بر بدن. من چیز نه من ندیدم، شاید بوده. واقعا سید محمد خاتمی رو دیدیم. خب این یک مطلب بود. عرض می شود که موضع دیگر مطلب انتخابات هست. خب انتخابات شده در ایران، گروهی می گویند تقلب شده است. آقا این تعداد نمی توانست بیاورد. خیلی خوب، گروه می گویند از اون سو تقلب شده و ایشون نه تنها 50% و اندی که 57% بوده است. اما این اصولگرایان برای که شکست خود رو بیشتر از این مفتضح نبینند، آمدن و تعداد آرای ایشون رو دادن کسی دیگری و ایشون رو فقط اندکی بالای 50% حساندن که شکست خودشون خیلی خیلی بد نباشد. حالا ما نمیدانیم که واقعا چه کسی راست میگوید و چه کسی دروغ میگه. مطلب اینجاست که انتخابات شده. ببینید این انتخابات و گفتمان انتخابات در خانواده، در سطح جامعه، یکی از مهمترین وقایعی است که ممکن است در زمینه سیاست اتفاق بیفتد. چون انتخابات در واقع یکی از ارکان مهم انسان مدرن، تفکر انسان مدرن هست، شیوه حیات انسان مدرن، یکی از ارکانش انتخابات هست. انتخابات انسان مجبور پیرو را تبدیل می کند به انسان مختار مستقل. خیلی مهمه این انتخابات. یعنی امت رو به صورت ایندیویژوال پرسون، آدم های مجزا و مستقل در می آورد که دارای توان انتخاب هست و می تواند به تنها تن خیش با اون رأی خیش در سرنوشت خیش
مشارکت بکند و مسلط به سرنوشت خودش باشد. این است که خیلی خیلی مهمه. این بزرگترین دستاورد بوده در این چند سال انتخابات. این است که این داستان دست کم نگیریم. حتی اونهایی که رأی ندادند هم به گونه‌ای گفتن ما رأی نمی دهیم، یعنی رأی ما مهم است و ما رأی نمی دهیم. یعنی گفتمانش اونجا هم باز مطرحه. حالا این آقا آخوند هست و از اینها هست و اینها بماند اون مطلب. اما خود انتخابات، همین آماده شدن به انتخابات، برای انتخابات و تفکر انتخاب، این یه قضیه فلسفی فوق العاده مهمی است در فرایند دموکراسی. و من بسیار امید دارم آینده ایران را در راستای یک دموکراسی بسیار برومند بارور حرکت بکنه و من هیچ شکی در این باب ندارم، به جهت اینکه مردم ما کاملا فهمیدن، کاملا میدونن دارن چه میکنن. یعنی همه اینها عکس العمل در واقع ذهن دانسته مردم است در مقابل استبداد. عرض کردم ما هیچ مشکلی نداریم جز استبداد، و این موج بعد از موج به این دیوار استبداد برخورد میکنه، سرانجام این دیوار رو از ریشه برخواهد کرد. تا کی میشه به سر مردم رو کلاه گذاشت؟ این که مردم از میشه در صحنه هستن و نشان میدهند، ابراز عقیده میکنند، این خیلی 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 اهمیت داره. در روزگار سابق اجازه این کار هم نبود مطلقا و ابدا، اصلا گفتمان انتخابات مطلقا چیزی نبود. و این که جمعیت کشور جوان هست و تعداد آموزشگاه های مملکت بسیار گسترش پیدا کرده، حالا هر چقدر سطحش هم نازل باشه باز بچه ها جمع میشن در این راجع به قضیه با هم صحبت میکنن. پتانسیل یک جامعه شکوفا و بارور در ایران جمع هست، همه ی عناصرش موجود هست، فقط باید این استبداد منحوس آخوندی شرش را بکرد. مگه نگاه کنیم به عرض می شود که این تاریخ خیلی چیزا به دست می آوریم. این تاریخ 120 سال، حالا لازم نیست برویم تاریخ ساسانیانه اینا، نه همین تاریخ زمان ناصرالدین شاه به این سو، زمانی که در واقع مردم ایران وارد تفکر مدرنیتی شدند و آرزوی آزادی در دلها بیدار شده است. تا به امروز خیلی چیزها در میابیم که همواره مستبدین از چیزهایی میترسیدن و سعی میکردن اون چیز رو که میترسن رو از میون بردارن. حالا اون چیز تبدیل شده به کل ملت. اگر نگاه کنیم در عصر ناصری به عنوان مثال، این ناصرالدین شاه از کلمه قانون میترسید و تجمعات شبانه. اگر میگفتن منزل فلان کس 10 نفر جمع شدن، دستگیر میکن میوردن. یک شاهد عینی میگوید یه شب بیچاره ایده رو گرفته بودن که اینا دور هم جمع شدن، گویا این فلان فلان شده دور هم جمع شدن، حتما داشتن راجع به این سلطنت ما صحبت میکنن. یکی یکی انداختن تو چاه، گفت تفنگ منو بیارین، چند تا چهارپاره شلیک کرد به تهش ها اینا رو کشت. فلان فلان شده ها حتما راجع به قانون داشتن اینا حرف می زدن، از کلمه قانون وحشت داشته. خنددار اینجاست که خودش رفته به فرهنگ همی پرسید آقا این علت این پیشرفت فرهنگ چیست؟ می گفتن که قربان قانونمندی، گفت ما هم به قانونمند باید بشیم. نرسیده جمع کرده آقا ما می خواهم قانونمند بشیم. یکی گفت آقا اینقدر قانون نکن اعلی حضرت. گوه یعنی چی؟ گوه قانون باشه یعنی شما نباشه. گوه اصلا هر که صحبت قانون دکنه من زبانش از حلقونش بکشم بیرون. قانونمندیش تمام شد. در اون زمان در واقع تشکیلات مخفی در ایران ادبا جمع می شدن، فضلا، به طوری که ناظم الاسلام گزارش میکند در دوره بیداری ایرانیان، و بعد مردم رو بیدار میکرد، نامه می نوشتن، اطلاعیه، مقاله می نوشتن و می فرستادن و اینها. دانشگاهی نبود، چیزی نبود. و بعد که مشروطه شد و اینها،
محمد علی میرزا از نمایندگان مردم میشه، از مجلس ملی میترسید، خیال میکرد اگه این مجلس به توپ بنده استبدادش میتواند که دوام پیدا بکنه. میگفت که صدای این تقی‌زاده در گوش من از صدای توپ بدتر اذیت میکنه. اینها حمله کرد یک روز و قزاقای روسی را آورد و حمله کرد، بس به توپ مجلس ملی رو بس به توپ و گرفت آزادخان، تعداد شکم پاره کرد و اینها، یه تعداد هم گریختند از ایران، مثل مرحوم دهخدا، این مرد بزرگ و تقی‌زاده، اینها از ایران گریختند، دیگه رو گیر آوردن بردن اونجا باغشا کشتن. و عرض میکنم یه صدر اشرافی هم بود، بهش میگفتن جلاد باغشا اونجا، که بعد البته صاحب مقام های بلند شد بماند اینها. اما این ظرفی، این خواست آزادی بیدار شده، با توپ بستن خشت آجر اینا از بین نمیره. یک روزی دکتر مصدق میرود پیش این محمد علی شاه، خداحافظی بکند که میرود به اروپا، میگه آقا این سید چه میفروشن؟ این چیه دکترش اینا؟ چرا مردم جمع میشوند؟ منظورش بهبهانی بود و طباطبایی. مردم به اینا اقبال کردن، به حرفای اینا. گفتم قربان اعلیحضرت، این دو سید یک کالایی به فروش گذاشتن، خریدار داره، شما هم میخواید مشتری پیدا بکنید، اون کالا چیست؟ اون کالا مشروطه است، مشروطه یعنی آزادی و عدالت، قانونمندی. خب این کالایی نبود که اون بخواد عرض کنن که عرضه بکنه، اون کالاش توپ و تفنگ بود و استبداد و زور. بعد که دوره مشروطه داریم و زمان عرض میکنم که مرحوم رضا شاه است، ایشون از خوانین میترسید و شخصیت های بزرگ مشروطه، از باقیمانده های مشروطه میترسید و بزرگان مملکت، خوانین. اونا فکر کرد که خب من اگه اینا همه رو اینا از بین ببرم و عرض کنم انبالشون رو بگیرم یه جوری، و این رجالی که در تهران روش کردن، آدم های بزرگ شدن مثل تیمورتاش و سردار اسد و اینا رو بکشم از بین ببرم، این استبداد من تا ابد برای من میمونه، از من در خانوادم حتما میمونه. حزبی نبود اونچنان که به ترسه از حزب یا خیزش های مردمی، اینا ترس و باکی نداشت، نه، از خوانین میترسید، زمینداران و رجال مشروطه، رجال محبوب در واقع و توانا. خب اون کارا رو میکرد تا اونجا که توانست، عرض کنم که مالکان بزرگ رو سرکوب کرد، اموالشون رو مصادره کرد، خودشون رو یا تبعید میکردن ایشون یا میفرستادن دیگه بر اوور، و آدم های بزرگی هم که خب مطلع هستید که به دستور ایشون از بین میبردن، اینها که در واقع رقیبی باقی نباشد برای سلطنت او و خانوادهش، اون از اینا میترسه. محمد رضا شاه اما در روزگاری آمد که احزاب جان گرفته بودن، خیلی اتفاقات افتاده بود بین در واقع ساقط شدن حکومت رضا شاه تا برقراری حکومت محمد رضا شاه، اتفاقات افتاده بود، یک 10 سالی گذشته بود، اینا هر شبت 10-12 سال، و مجلس ملی فعال شده بود، روزنامه ها فعال شده بودن، خیلی اتفاقات افتاده بود، چپ به وجود آمده بود، هر بشبت که راست به وجود آمده بود، شخصیت های ملی و اینها. وقتی که قرار شد که داستان استبداد جان بگیرد، ایشون وحشتش فوبیای چپ داشت. اگر گفتن در افغانستان دیشب 2 نفر شنیده شد در کابل که گفتن ما کمونیستیم، ایشون شروع میکرد عکس العمل نشون دادن و دشمن واقعی رو چپ میدید و ملیون، و گمان ایشان بر این بود که از میان بردن چپ و ملیون همه چیز برای این استبداد تا ابد، این حکومت شاید الله هر کانه تا ابد وقرا خواهد بود. چرا؟ چون کارهای بسیاری هم کرده بود، من که کارگران رو در سود کارخانه ها شریک کردم، اینا دیگه کمونیسم و اینا به اینا اثر نمیکنه دیگه، کارگر رو چی بخواد دیگه کارگر. خب رایا هستن، رایا بودن که ما املاک مالکین رو گرفتیم، تقسیم بندی کردیم، دادیم رایا، اینا هم که هیچی نخواهند گفت.
آخوندها میمانند. آخوندها هم که پشتیبان ما هستند و راست هم میگفت. یعنی از زمانی که شاه اسماعیل این شمشیر خونریز رو برکشید و تشیع را آورد، شاه ایران همواره چی بوده است آقا؟ شاه شیعیان جهان. ایران پایتخت تشیع، شاه ایران شاه شیعیان. اینا که پشتیبان ما هستند همواره پشتیبان ملک و ملت بودن، این آقایان این خونساری اون بهانی و اینا، بنابراین اینا هیچ خطری ندارن. حالا دربار میتونن بیان برن، کتابا دستی را میتونن بنویسن، پولم بهشون بدین، هر بزنه یکی دو تا فضول هم در اینا هست، اینا رو میگیریم تعبید میکنیم. بنابراین خیال ما راحت است، از کسی دیگه نمیترسیم. ما از این ملیون میترسیم که بدتر از توده یا هستن. اون میگو و این چپ، اسم چپ میوردن پوست آدم کنده میشد دیگه. حالا به صورت اگه شما بچه چپ بودی اینا یه کتاب میذاشتی، مثلا منشآت مارکس، یه خورس سیانور هم اینجا لازم داشتی، حالا یه هفتیر نداشتی سیانور هم لازم داشتی، کتاب خوندن ازش اینجوری بود. خب که چی بشه که کسی اسم آزادی وقت نیارین، ولی آزادی اصلا این صحبت آزادی مطلقا نباشه، این خیلی چیز خطرناکیست، صحبت روشن فکر آزادی نباشه. بنابراین ما چپ که سرکوب کردیم و زندان انداختیم و تیربارون کردیم و اینا، این دیاران مصدق و این داستان ملی و اینا رو هم سرکوب کردیم، بعد وقتشون کردیم فرستادیم تو بازار، اونجا بقالی میکنن، هر شبه که خبری نیست. کارگرار هم که در کارخانه جا سهیم کردیم، خانوم ها هم که آزادی دادیم، قانون حمایت خانواده آوردیم، اینا هم دیگه چیز نفهم گفت راست بگو خونی کارا کرده بود. هر شبه که کارگران هم در سود کارخانه جا شریک کردیم، هم روی ما دشمن نداریم که کسی برای کی بخواد بیاد تو خیابون، میمونن فقط آخونده. آخوندم که برای ما تو خیابون نمیاد که، آخوند پشتیبان ماست. ما هم شاه شیعیانیم، عرض میکنم خودمان حج رفتیم، هر میشود که مکه میریم. یکی از مشاغل ما همین نیابت تولیت همین حضرت سامر الائمه است، برابری ما دشمنی نداریم. ولی غافل از گردش روزگار که این داستان آزادی چیزی نیست که با این حرفا از بین بره. مطلقا و ابدا شما طلا از آسمان ببارید به طور روزمره از آسمان، یعنی از سقف خانه هر کسی روزی یک کیسه طلا بیفتد پایین، این هوس آزاد بودن انسان رو در دلش نمیتوانی بکشی با طلا. حالا بیا جاده های یه متر به ارتفاع یه متر طلا بکشی. آزادی مطلبی نیست که بشه باید خرید، یا مطلبی نیست بشه باید با پولیتیک عرض میشه باید که اون رو فراموش کرد، یه مطلبی نیست که بشه با دادن چیزی اینها فراموش کنه، از هم زدود، اصلا چنین چیزی میسر نیست. اما جامعه از دیر میجوشید، در همون روزگار میجوشید. همه چیز بود اما اون چی میباید نبود در اون روزگار. مشکلی نداشت، همه بودن، بعض بد نبود واقعا. مسافرت ایران صاحب اعتبار و حیثیت بود در جهان، پاسپورت ایرانی باز شد، پول ایران رایج شد بر اولین بار، شما با پول ایران میرفتید خرید میکردید، اینا در صرافان در فرانسه انگلیس هر جا میرفتید پول ایران میدادید. 6 تومان و 5 ریال زمانی که من اومدم همه چی بود. مسافرت مشکلی نیست. آقا کاباری میخوای بری، تریال میخوای بری، میخوای بری لندن و برلین اونجا صفا کنی، نو پرابلم. ویزا کسی نمیگرفت آقا، ویزا کسی نمیگرفت برای انگلیس و اینا. ایران پاسپورت ایران خوش آمد، خود بنده تجربه کردم هم در فرانسه هم در یه ویزای آمریکا پاسپورت ما بود. من در فرانسه پیاده شدم با همین شرکت مشهور فرانسوی ایر فرانس، بعد با یک محبتی اون امیگریشنش رهبر خب چقدر میخواد بمونید اینا، بودیم مثلا 3 ماه، حالا ما 2 هفته هم شده. بفرمایید. انگلیس هم همین جور بود، یعنی این شرایط جهانی بود، هر جا می رفتی در واقع یک کاری کرده بود دولت که یک نامی برای ایران، اصلا وارد زبان مدرسه زبان انگلیسی در واشنگتن در این خیابان ویسکانسین این میسیس شامی بود اونجا، او سالها اونجا مدیریت میکرد و اینا. ما رفتیم اونجا، ما رو بود سر که ما رو آزمایش کردن اینا، ما گوشتن کلاس سه انگلیسی بود، معرفی کرد گفت فلانی از ایرانه و ایران کشوری است که نمیدونم 60 میلیون و 90 میلیون دلار داده است به یونسکو برای مبارزه با بیسوادی، یک همچین برداشتی کرد از
معرفی مقصود. اما همین نبود، اما اون چه باید نبود، یعنی در واقع روزنامه آزاد، بیان آزاد. آقا انسان نیازمند این چیز هاست. احزاب سابقه داشت در من، اینا نبود. بنابراین ترس ایشون از چپ بود و راست، بقیه هم به گمان خودشون روبرا کرده بودن که نباشد، که یعنی مخالفتی نباشد. اجازه فرمایید که ما یه قطعه از استاد جلیل شهناز زنده نام بشنویم و انتخاب وارتان در اتاق فرمان که با بهزاد مدتی است دو نفر با هم هستن. برمیگردیم خدمت شما و بقیه وقت رو میپردازیم ببینیم آخونده از چه چیزی میترسن. عرض شود که خب رسیدیم به ماجرای انقلاب که خیلی دچار شگفتی شد دولت واقعا، که آقا ما که همه چیز به این مردم دادیم، این کارگران، این خانوما، این حقوق متساوی، این نمیدونم کشاورزان، و چه شد اینه یک مرتبه یک آخوند پیدا شد از فرانسه، مردم که فقط آزادی نداشتن، در واقع آزادی بیان نبود و روزنامه نبود و احزاب سیاسی نبود و همه تشکیلات مشروطه هم در واقع زیر پا گذاشته شده بود و دیگه داستانش هزار با شما شنیدید آمدن. خب بعد خمینی وارد شد، مفت و مسلم، هیچ کس در تاریخ سیاست جهان شما پیدا نمی کنه که یک آدم به این در درجه از سهولت رایگان یه مملکت بدن دستش، تمام این تشکیلات و این عظمت اینا سقوط بکنه. یا آقا بیا، یا آقا از چیزی نمیترسید؟ منظور اینه که چی از چی میترسید؟ یه از چی نمیترسید؟ یا آخونده بود و عرض میشود که سید بود و اینها. خب میکشن هم، میگفت که یه زمانی آمریکا میگفتن که ما نقشه کشیدیم ببریم اینو کیدنپش کنیم. و یا خدا میخواد این سید حسینیه، میگه خدا من میخوام شهید بشم دیگه، بالاخره بهتره که اینا. باورش نمیشد، در واقع اونقدر هم این هوا برش داشته بود که میخواست که دنیا رو بگیره دیگه، یعنی اسلام صادر کنه به همه جهان. و خب دید که خب حضرت محمد پیغمبر اسلام هر شبت که نهایت میگوین 10,000 نفر جمع کرده بوده بعد از 20 چند سال، یا رفته مکه رو گرفته، این آقا آمده 100,000 نفر خودش بالاتر حتما میدید بماند. وقتی که اولین مقاومت شد این تعجب کرد، دستور قتل عام داد. مجاهدین بودن، مجاهدین هر شبت که رأی ندادن به این چیز اسلامی، به این قانون اساسی، بعد نماینده فرستادن که گوه آقا اینا که قبول ندارن یعنی چه، بیان بیرون ببین چند نفرن و از این داستانا که میدونید و از سبب که توپنگ کشی شد تو خیابون و حرفا و بعد لشکر کشی شد و گفت بکشید این دشمنان اسلام را. اینا رفتن هزاران نفر جوان رو از انواع اقسام تیپا بودن کشتن. این شوکه شد که آقا پس ما که فکر نمی کردیم آقا با ما خود اسلام و اینا. و گمان اینها بر این بود که نظام‌های قدیم که سقوط کردن چون بنمایه اینها اسلام نبوده، یعنی ایدئولوژی نیرومندی نبوده، اینا همون شاه بودن میامدن و سقوط میکردن و اینها. البته از این جهت درست هست که ساقط کردن یک حکومت ایدئولوژی به خصوص دینی مشکل تر از یک حکومت عرفی هست، اما در واقع خوبتاران بودن به هر صورت. اما این بود که همیشه تا ابد ما خواهیم بود، مشکلی نیست، ما استبداد رو برقرار میکنیم. اون قانون اساسی کذا و کذا که مایه ننگ تاریخ مملکت ایران و مایه ننگ تاریخ قانون در جهان هست رو نوشتن و با حیله و تزویر و نیرنگ و اون نمیدونم چیز خبرگان درست کردن و عرض میشه برای که باش آخوند آوردن، از این آخوندهای گرسنه چشم بی سواد مرتجع عقب مونده. اینا عقب مونده هستن، آخوندها آدمای عقب مونده هستن. باشون صحبت کنین، حرفاشون رو بشنوید میفهم. حاکم کردن به این مملکت که بره دیگه ما سرداران اسلام هستیم و همه چیز اسلام هست و صبح تا شب اسلام به خورده مردم بدن از بام تا شام. و رفته رفته دیدن نه این طور نیست. اما خوب متوجه نشده بودن که داستان نفرت مردم از این استبداد دینی تا چه حدی است، تا زمانی که همون انتخابات، اولین انتخاباتی که در واقع سر و صدای فوق‌العاده پیدا کرد آقای خاتمی
آقای خاتمی که آمد، نه اینکه مردم حالا پیرو این سید محمد خاتمی باشه، اون کسی نمیشناخت، کما اینکه این مردم کسی نمیشناسه هنوز. آخه رأی دادن این نیست که شما برید اینطور رأی بدید و سالها این آقا رو شناخته باشین، سابقش رو بدونید، دراز مدتی در مناظره ها، در صحبت ها، در نوشته ها، در مقالات، اینا هیچ باری. بعدی که این انتخابات شد به وجهی که شما میدانید، مثل که سیلی خورد این دستگاه ارتدوکسی استبدادی اسلامی، مدتی گیج بود چگونه باید حالا جواب بده به این داستان. در واقع رأی بر این دادن به این سید محمد خاتمی رأی نبود به دستگاه استبداد اسلامی، به دستگاه استبداد ارزش کنم که، و این کل این قانون اساسی و دم و دستگاهش و از کل نظام یک جور نبود، یه موج بود که به این دیوار استبداد برخورد کرد. و چون تعداد زیاد بود شروع کردن اینا از همه مردم ترسیدن. حالا یه روز ناصرالدین شاه از اون عزم کنه مجامع کوچک میترسید و محمد علی میرزا از مجلس میترسید و رضا شاه از زمینداران میترسید و رجال باقی مونده مشروطه میترسید و محمد رضا شاه فقط از چپ میترسید یا نمیدونم شاگردان دکتر مصدق و پیروانو میترسید. اینا شروع کردن از همه مردم ترسیدن، رفته رفته شروع کردن از همه مردم ترسیدن، فکر کردن حالا زورش زیاد کنیم، یعنی ما با پول عربی شود که و دادن کنترات و این سپاه پاسداران یه مش حاجی جمع کردن با این شکمای قطور و اینا بیار، همه شون نمیگم اینا بچه های ایران هن، حتما بچه های پاسدار آدم های وطن دوست و دانا و روشن هم حتما بسیار هست. این گروهی رو عزم کنم که دوروبر بیت رهبری و اینا مفخوری میکنن و اینا، اینا رو بکشیم به جان مردم، بسیج میاریم کنار چابوکش، عزم شود که اون هم به همین کیفیت. و ما چه میکنیم؟ این رو تا ابد جاویدان خواهیم داشت دیگه، مشکلی نخواهیم داشت. بعد هم که من بمیرم برم کنار، آقا مجتبی رو احتمالا تا یه خوابی میبینیم، یه کاری میکنیم، آقا مجتبی رو به تخت مینشانیم، آقا مجتبی پسرش سلسله خامنه‌ایه رو احتمالا ما میتونیم برگزار کنیم. اما دیدن بابا این اوضاع احوال به این آسانی نیست، به این آسانی نیست. و بعد جنبش سبز و اون مردمی که به زیباترین وجه آمدن و نفی استبداد کردن، نفی داستان، موضوع فرق نکرده، مطلب مردم یک چیزه. حالا در روزگار فقر، در روزگار ثروت، در روزگار خوشی، در روزگار ناخوشی، آقا رنج میبرن مردم ایران از قید و بند و اسارت، هر ملتی هر قومی همینطوره. این آصف علی به مرزی که به قدرت رسیده خواسته سیاست مدینه رو به کار ببره. من از آقای اکبر گنجی نقل قول میکنم که ایشون حتما وارده به این دستگاه. دوباره دیگه این مطلب رو گفتم، گفته بود است که آقا یه 30-40 نفر بودن در مدینه، شروع کردن سر بریدن. آقا شروع کردن سر بریدن، راست هم میگه، خب هر کس هم مخالف بود نصف شب میرم سرش میبریدن. تا اینکه به زور رعب و وحشت که در مدینه ایجاد کردن توانستن اسلام رو گسترش بدن. رفته رفته ما هم همانیم. داستان قتل‌های زنجیره‌ای و اینها بعد عکس العمل جهانی پیدا کرد، کار به خارج کشور کشید، به پشت شبکه خارج کشور سر بریدن. خیلی جالب داستانی آخونده واقعا. رفته رفته به جهت شرایط جهانی، ارتباطات، اینا خیلی مهمه و این مؤسسات آموزشی که در همه جا برپا شده. یک دوستی حرف قشنگی میزد، میگو آقا قدیما میگفتن رفته از سیلاخور نمیدونم پشت کو آدم خور آورده. حالا تو هر دهی هر جا بری دانشگاهی هست، بچه‌ها جمع میشن صحبت میکنن درس میخورن. اینطور نیست که مثل قدیم باشه و تعداد دانش آموزان امروز و جوانان تحصیل کرده چندین ده برابر روزگار قدیمه. خب جامعه متحول شده بر سر گذشت روزگار و این همه ارتباطات بین المللی، این است که اینا یک معدودی هستن مقابل ملت است. اون انتخابات بعد انتخابات قبلی با حقه بازی آمدن، یکی که در واقع ذات رژیم رو داشت، یعنی همون دیوانگی و همون شلختگی ذهنی و همون بی‌سوادی دیپلماتیک در واقع
که خود اینها دارن، اون هم از مغز همینها بود. آوردن به چه آبرو و حیثیتی واقعا از ما رفت با این آدم در اطراف دنیا و حرفای مزخرف لاتائل و اینها. دیگه گفت حوصله ما رو این سر برده اینا. اونم مثل یه آدمی بود که انگاری نشسته مدینه مال تجارهای دزدی رو آوردن از ایران و مصر، پول نه تقسیم میکرد، هر جا میرفت میگفتن گونی پول میبرد با خودش و اینا، فکر میکرد با این کارها میشود کاری کرد. بعد گرفتاری اتمی و عرض میشود که میرسیم به این شیخ حسن روحانی، که این حالا این آقا آمده و در صورت مردم آمدن و به این آقا رأی دادن. حالا این رأی همون گونه که برای سید محمد خاتمی برای خاطر اون نبود، برای خاطر این هم نیست، اینم باید بداند خودش. برای خاطر موسوی هم نیامدن، برای خاطر کروبی هم نیامد کسی رأی بدن. اونقدر که اینها سخنانی میگفتن و موضع اتخاذ میکردن که با اون موضع استبدادی یعنی رأس استبداد مخالفت داشت، مردم آمدن و در واقع رأی های خود رو به صندوق ها ریختن و اینا رو برکشیدن. این آقا هم غیر از اونها نیست. اما انتظار این که این آقا بتواند کارهایی که مد نظر ملت هست در عمق این قضایا و این فعل و انفعالات تلاش برای آزادی هست بتواند انجام بدهد، حالا گروهی میگوید بایستی صبر کرد، بایستی حوصله کرد، یه 6 ماه به آقا وقت داد و اینها. اما خیلی خیلی مشکل هست این تصور که حالا این آقا بخواد که برای مردم ما آزادی بیاورد و عدالت. خیلی 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 بعید است. اما تا اون از اونجا که امید در دلها هست و مردم هستند و ایستادند، عرض میکنم که این امکان همواره هست و این ظرفیت البته هست که مردم ایران این رژیم رو هم به زودی پشت سر بگذارن. و همونطور که عرض کردم هیچ گونه شکی و هیچ گونه تردیدی نیست که یک ظرفیت بسیار نیرومند برای برپای ساختن یک دموکراسی بسیار پربار و با شکوه و محترم در ایران برقرار بشه بعد از این دوره. این بازی های این آقایان هم عرض می شود که مثل همه بازی های تاریخ گذشتنی است. و این که تصور کنیم که حالا این آقا در اندیشه آزادی است یا اینا، نمی دانم من واقعا گمان نمی کنم، چون از این آدم ها هیچ کس از دست آخوند جماعت تا بنده به تاریخ بیاد دارم آزادی از دست آخوند به دست نیامده. منتها حداقل یک عقب نشینی در واقع زمینی خوب بوده است. و حالا گروه بسیاری هم بر این هستن که در واقع این یک بیمه دیگری بوده است برای اینکه اینا با خیال راحت 4 سال دیگر بمانند و اینها. بایستی ببینیم که چه خواهد شد. اما بنده به شخصه نمی بینم که در قد و بالای این آدم که حالا بخواهد که در احقاق حق ملت بکند، یعنی در واقع مطالبات مردم رو در موضوع آزادی، در موضوع عدالت، این بخواهد که در واقع کار رو پیش ببرد، چون خیلی ضعیف شروع کرده، خیلی ضعیف در موضوع زندانیان سیاسی، در موضوع آزادی کروبی و در موضوع آزادی موسوی و سایر قضایا. یک تیکی دو سخن بی‌معنی هم گفت که من معنیش نفهمیدم که این چیزها به نفع اسرائیل بوده است، این در واقع قضایایی که در ایران شده است به لحاظ این تحریم ها این به نفع اسرائیل بوده، یا اینکه این اسد بایستی صبر کنیم تا این اسد در انتخابات آینده شرکت بکند و اینها. نه، فکر نمی کنم. حالا ببینیم که در مقایسه با سید محمد خاتمی و اون کارها و حرفا این آقا چه خواهد کرد. ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید همه بی سوار. حالا رستمی که در میدان نیست. باری وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی از توجه شما بسیار سپاسگزارم و بهزاد
سرباتان گرامی در اتاق فرمان، تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.